خب درود دوستان عزیز، امروز یک شنبه 17 آذر ماه 2578 شاهنشاهی ایرانی. من سعید واسمی هستم با یکی دیگه از مجموعه برنامه های رستاخیز سیمور به همراه دوست و همرزم عزیز جناب کمالپور و مهمان برنامه مون جناب مهراد عزیز. جناب کمالپور اجازه بدید با مهمان برنامه اول یک سلام علیک داشته باشیم، بعد برسیم خدمت صاحب خونه. جناب مهراد خیلی خوش اومدید، درود بر شما. سپاس از بزرگواریتون، درود میگویم به شما و جناب کمالپور گرامی. درود ویژه دارم به همه همیهنان، همزبانان، همتباران در هر کجای این جهان پهناور که هستن، به ویژه در کشور مقدس ایران. با سپاسگزاری از همه پدران و مادرانی که فرزندانی ایران پرست بزرگ میکنند و آموزش میدهند و آرزوی شادی روان و آرامش روان دارم برای همه دلیل زنان و دلیل مردان ایران پرست ایرانی که در خیزش آبان ماه جان سپار راه ایران شدند و در محروض یا تاریخ ایران جاودانه گشتند. سپاس برای بزرگواری. سپاسگزارم. جناب کمالپور در خدمتتون هستیم. عرض ادب و احترام خدمت شما جناب قاسمی عزیز، جناب دکتر سروش هراد نازنین، عرض ادب ویژه خدمت یکایی که شما همیانان عزیزان در هر کجای دنیا که بیننده یک برنامه دیگر از رستاخیز سیمرغ در 17 آذر ماه 2578 شاهنشاهی هستیم. امیدوار هستم که ساعتی که پشت سر گذاشتید ساعت خوبی بوده باشه براتون و این برنامه رو تا پایان همراه ما باشید. به دلیل اینکه روز گذشته دیدید نقص فنی داشتیم در سیستم کامپیوتری، نتونستیم برنامه رو کامل در خدمتتون باشیم. این بخش دوم ما سعی می‌کنیم که به تفصیل به مسائلی که هست بپردازیم و شما عزیزانم طبق معمول همیشه مهر ببرزید و برنامه رو در گروهی که هستید اشتراک گذاری کنید، دوستانتون رو دعوت کنید. عزیزانی که با لپتاپ هستید در کنار تصویر یک بخشی از مربع داخلش یک آدمک بازی مربع کوچیک به علاوه کوچیک داخلش اون رو بزنید، دوستانتون از اونجا دعوت کنید که تا اونجایی که میشه این برنامه ها پخش بشه و همه ببینن، چون خیلی موثره. جناب واسمی بفرمایید. بله سپاسگزارم. دوستان امیدوارم توی اینستاگرام و توی فیسبوک مشکلی پیش نیومده باشه و مشکلی نباشه. اگر هست لطفا بنویسید. صدای این برنامه با صدای برنامه‌هایی که قبلا پخش می‌کردیم یه مقداری آروم‌تر باید باشه، چون از سیستم آکواریوم داریم استفاده می‌کنیم. بنابراین سعی کنید یه مقدار صدای دستگاه خودتون رو ببرید بالا که مشکلی پیش نیاد. خب همونجوری که جناب کمالپور توضیحات رو دادن، فقط عزیزان توی فیسبوک برنامه رو پخش کنید. بریم سراغ اصل مطلب. اگر موافقید جناب مهراد شروع کنه ادامه و یه خلاصه برنامه دیشب بگن و بریم سراغ اصل جریان. خواهش میکنم. سپاسگزارم از بزرگواری شما. ببینید اون چی که دیروز بهش اشاره شد، صحبت ما نشان دادیم که اختشاشگر به که میگوید، اختشاشگر کیست و من همان گونه که به همیهنان از راه چند ویدیو نشان داده شد، اختشاشگر کسانی هستند که از پیش از شورش 57 آسیب به اماکن عمومی و به خانه های مردم و ترورهای کوه سرگریدن، تصویه حساب های درون گروهی رو انجام می دادن و مردم 600 نفر رو زنده زنده در سینماهای آبادان سوزاندن و حتی پاسبان های شهربانی رو که برای نظم خودروها در خیابان ها می ایستادن اونا رو هم ترور می کردن. پس از شورش 57 تا امروز هم مردم دیگه معنی اختشاشگر رو میدونن. نیاز به ببینید نخنما شده، یک سناریوی خنددار و شاید هم بهتر بگیم مشمئز کننده رو اینا همیشه پیاده میکنن در هر زمانی، یعنی انتصاب بس کردن میهن پرستان درون کشور به بیرون از ایران یا نمیدانم مزدور اینوان هستن و گردن نگرفتن تمام اون ناراستی ها، نادرستی ها، کاستی ها و کمکاری هایی که در این
41 سال گذشته انجام دادن، کشور رو به قهقرا بردن. هیچ زمینه‌ای و هیته‌ای شما پیدا نمی‌کنید که از آسیب این در منشان در امان مانده باشن. دیروز هم گفتم 90% حیات وحش اینا در این 41 سال گذشته نابود شده و آنچنان اینها حتی به خاک فروشی به کشورهای پیرامون خلیج فارس روی آوردن سال‌ها. آنچنان آلودگی آب و خاک در ایران بالاست که خدا می‌داند چه زمانی ما می‌توانیم آیا اصلا قابل جبران است یا نه. یعنی اگر بعد اینها صحبت از خسارت‌های نمی‌دارن، چند ده میلیاردی می‌کنن، چند صد میلیاردی می‌کنن که به کنبنزین و بانک وارد شده. اولا اینکه امروز ما باز هم نشان خواهیم داد که تمام بیشتر این کار از دید من کار سازمان یافته از طرف بسیج و نیروهای سپاهی بوده، افراد آموزش دیده بوده و کار لباس شخصی ها بوده و یا هم وابستگان به خود جمهوری اسلامی بوده و با قطع اینترنت اینها روزانه 60 تا 100 میلیون دلار آسیب به کشور دادن. اگر آسیبی که جمهوری اسلامی در این 40 سال گذشته به کشور وارد کرده رو اقتصاددان ها و افرادی که در این زمینه متخصص یا اندیشگر هستن بشینن محاسبه بکنن، شمارش بکنن، چند هزار میلیارد دلار خواهد شد. این رو بی شک و گمانی میگم، من اقتصاددان نیستم، اما باور دارم که با توجه به آسیب‌هایی که وارد شده که بخشش قابل جبران نیست، مانند بیابانزایی در ایران، آسیب زدن به خانه‌ها، دریاچه‌ها، آب‌های زیرزمینی، حیات وحش ایران، بسیاری از اینها رو نمیشه یا جبران کرد یا برای جبران کردنش ده ها سال نیازه. از این روی سخن گفتن از چند میلیارد دلار، ببخشید چند ده میلیارد تومانی که یا چند صد میلیارد تومانی که نمیدانم پمپ بنزین و بانک آتیش زده شده یا دفاتر امام جمعه های مفخور یا چه میدانم حوزه علمیه، اینم که کار خود اینهاست رو میخوان به گردن مردم بندازن. این خسارت هایی که اینها بر ما وارد کردن، بر ملت ایران وارد کردن، به چند هزار میلیارد دلار میرسه. یه رقمش فقط دست کم هزار میلیارد دلار آسیب های جنگ عراق با ایرانه که ما میدونیم زمینش از کجا آغاز شد. تحریک کننده آغاز جنگ رو من، نه اینکه این برای پاک کردن چهره کری یک پان عرب وحشی ایران سفید مانند صدام حسین تکتیکی نیست که از سر تا به پا از ایرانیان بیزار بود، بلکه این کفدار خفته رو به یک شکلی خمینی از خواب پران و وادار به یورشش کرد و اون هم چیزی بود که اسرائیل میخواد، چون خمینی در دیدار با نماینده اسرائیل در پاریس به او گفته بود که اسرائیل در اولویت نخست خمینی نیست، خمینی اول میخواهد که با برخی کشورهای عربی تسویه حساب بکنند از جمله عراق که باعث خوشحالی دولت اسرائیل و صهیونیسم بین‌الملل شده بود و از این روی بسیار خوشحال بودن. همچنان که آقای بن منشه در کتابش که برگردان پروفسور روانشاد مسعود انصاری است میگوید که شمالی از ایران پرستان میخواستن پس از شورش 57 کاری بکنن و کمک میخواستن از اروپاییان، از آمریکا، از اسرائیل، اما اسرائیل این کار رو نداشت که انجام بشه. به باور نویسنده کتاب هم اسرائیل باور داشت که گویی خمینی آمده است که اهداف ما رو در منطقه پیاده بکند و اکنون دیگر این سربازان ایرانی هستند که به جای سربازان اسرائیلی باید در جنگ با ارتش توانمند عراق کشته بشن. به هر روی این رو من در جایگاه یک پیشگفتار گفتم تا ما امروز یک شکل دیگه از برنامه رو برای که حالت هم جالب تر باشه، هم تنوعی باشه، نوآوری باشه و هر روز جالب باشه برای دوستان، از راه یک سری ویدیو و از راه یک سری فرطورهایی که موجوده ما با همیهنان گرامی، با میهن پرستان پیوند برقرار خواهیم کرد. من خواهش میکنم اگر امکانش هست از اون گروه عکسای شماره یک ما آغاز بکنیم که هر جا نیاز به خواندن متن داره در اون عکس ها خوانده بشه، هر جا هم که نیاز به توضیح داره که توضیحش داده بشه. من آوا از سمت خودم میبرم. خب من جناب کمالپور، شما
اون متنایی که باید روی عکس خونده بشه رو لطفا زحمت شو بکش، من پخشش میکنم که دوستان ببینن عکس رو. ضمن اینکه توضیح هم بدم به دوستان عزیز، بعد از برنامه همه این عکسایی که الان شما اینجا میبینید شاید نامفهوم باشه، در قسمت کامنت همین برنامه گذاشته خواهد شد باید به صورت همون کلیپایی که هست. خب گروه یک فرمودین؟ نه اصلا فقط یادی من گروه یک رو بیارم آمادش بکنم که همزمان با هم بریم جلو. خواهش میکنم. من فقط یک بخشی رو بیارم که مردم ایران امروز باید به ویژه من روی سخنم با میهن پرستانه باید با همدیگه همبستگی داشته باشن. بخشی از همیهنان وسواس نگیرن که حالا چون کمونیست رو شما هیچ موقع به راه نمیتونید بیارید، باید روز به شما نشون خواهیم داد که با همکاری دولت جمهوری اسلامی یه عده رو حالا یا کمونیست بودن یا به جای کمونیست جا زدن توی دانشگاه به بهانه 16 آذر رو بردن بیرون و چه شعارهایی میدادن که نمیدارن مجاهدین پهلوی هر دو دشمن آزادی همچیزی رو پخش خواهیم کرد. میخوام خدمتتون عرض بکنم میهن پرستان هوادار پادشاهی باید با همدیگه همبستگی داشته باشن. تک تک کسانی رو که دارن چوب لای چرخ به آزادی رسیدن مردم ایران میذارن اینها رو شناسایی کنید. این یکی از آغاز یک شیوه آغازینه، یعنی ابتدایی‌ترین شیوه مبارزه است در این زمینه. دوستان به ویژه دوستانی که در بیرون از ایران هستن اینها رو سعی کنید بهتر مؤدبانه در چارچوب ادب بگذارید. ما ایرانی هستیم، چند هزار سال پیشینه و فرهنگ داریم، پیشینه فرهنگی داریم. اینها رو به اینها اعتراض بکنید و که اینها بدانن که تک سخنگو نیستن، متکلم به وحده نیستن و سخنان اونها به عنوان معیار نباید، چون اینها بلندگو زیاد دارن. عربستان اینترنشنال که به نادرست ایران اینترنشنال گفته میشه، شبکه کانال یک که چون الان شبکه کانال یک شده است لانه تجزیه طلبان و دشمنان موجودیت ایران و ملت ایران و از این رو اینها بلندگو زیاد دارن. یکی از بهترین کارهایی که شما میتونید بکنید باور خودتون رو و خواست خودتون رو دست کم با نوشتن پاینده ایران جاوید شاه، درود بر رضا شاه دوم، رضا شاه روحت شاد، شاهنشاه روحت شاد، درود بر خاندان ایران شاهزاد پهلوی، به اینها بفهمانید و بگذارید و هر چیزی که گمان میکنید در راستای میهن پرستی است بنویسید، پخش بکنید و اینها بدانند. اون دست از همیهنان ما که شوربختانه شاید کمی آگاهیشون کمه و ممکنه زودتر فریب به این مردان و زنان هزار چهره رو بخورن، به یاری شما از فریب و از ناآگاهی به بیرون بیان. سپاس گزارم. بله جناب کمالپور موقع آماده اید من میتونم این کلیپ رو پخش کنم و شما من آماده هم جناب، ولی فکر کنم دوستان در فیسبوک آماده نیستن چون ببینم پخش نمی کنم برنامه رو، همینجوری نشستن رفتن تو بحر صحبت های جناب دکتر مهراد، اصلا حواسشون پرت شده دیگه. دوستان لطفا برنامه رو توی فیسبوک پخش کنید و دوستانتون هم دعوت کنید. اون زیر بغل لایو اگه با لپتاپ هستید همین گزینه آدمکی که جناب کمالپور گفتن اون رو بزنید، لیست دوستانتون میاد و یکی یکی دوستانتون دعوت کنید. ضمن اینکه همون گزینه شیر که شما وقتی میزنید میتونید اون قسمت مسنجر رو انتخاب کنید که لینک بره برای دوستان، چون فیسبوک صفحات ما رو محدود کرده مخصوصا کانال رستاخیز و این اعلام برنامه برای دوستان نمیره، بنابراین بفرستید برای همه که تشریف بیارن. خب مهران جان اگر آماده ایم بله آمادم. الان عکس دارن میرن جناب مهران هر کجایی که نیاز هست بفرم میتونم باید بزرگشم. آره این رو اگر میشه یکم بیارید پایین چهرهش بالاش دیده بشه. این دیدار یک شرور یک رسل و شرور عبا و عمامدار با دیگر شروران نیست که با حکومت همکاری میکنند. امام جمعه شیرازه که ما دیروز بهشون داریم از ترس مردم افتاده به روزی که میگه این لباسی که تن منه لباس فردوسی بزرگی رو که اینها هزار و یک بلا به سرش رو بردن و بله فردوسی زرتشتی نبود، ببخشید فردوسی مسلمان نبود، اما اینها گروهی از مردم که میخواستن فردوسی بزرگ رو در گورستان مسلمانان به خاک بسپارن
اجازه ندادن و ایشان رو در واقع استاپ کن ویدیو رو، چون آید دکتر دارن صحبت میکنن، این نباید بره، باید روش خوب داشته. بفهمید، خواهش میکنم. این هم که خیلی جالبه، حکومتی که به بهانه پشتیبانی از مستضعفان، کمتوانان، ناتوانان و آب و برق مجانی و اتوبوس مجانی، و که امروز هم من خواندم که صندلی اتوبوس در تهران دارد پیش فروش می شود که دیگه نمیدانم این در کجای جهان روی داده، فکر گمان نمی کنم روی داده باشد، یک بدبختی بزرگی است برای ملت ایران، پیش فروش صندلی اتوبوس های شهری. و خمینی هم به با شعار آب مجانی، برق مجانی، اتوبوس مجانی و خانه‌دار کردن همه در ایران، به ویژه اول هم گفتن مشکل مسکن رو در تهران حل میکنن که از خیلی از جاهای ایران به سوی تهران سرازیر شدن. حالا این رو اگه امکان داری متنش رو بخونید، خیلی جالبه. بله، من الان اینو میخونم. متن از علی خامنه‌ای در صفحه توییتری خودش نوشته که اسم بسیج کشور ما نیروی مقاومت بسیج مستضعفین است. مستضعفین چه کسانی هستند؟ مستضعفین را بد معنا می کنند. این چند سال اخیر باب شده آن را افراد فرودست و اقشار آسیب پذیر معنا می کنند. نه، قرآن مستضعف را این نمی داند. قرآن می گوید مستضعفین یعنی ائمه و پیشوایان بالقوه عالم بشریت. بزارم پیش از این دو عکس رو، مثل اینکه رد شده اون دو تا فرپور، دو تا عکس رو ما نشون ندادیم. عکس چی بوده جناب مهراد؟ پس از این عکس شماره 2 و 3 فکر کنم بعدش باید بیاد، عکس مصطفی تاج‌زاده، نوشته مصطفی تاج‌زاده و نوبخت. بله بله، خب پس از اینه پوزش اگه نبود بعد از روش من میخونم. آید دکتر خواهش میکنم. عکسی که الان روی صفحه است، رفسنجانی، خامنه‌ای، شریعتی و یه جانوری دیگه. بله، این گواهی، این فرطور و این گواهی این است که اشرار زمان شاه، نیروهای امنیتی شاهنشاهی به درستی و با درایت این اشرار رو شناسایی کرده بودند و اینها را از آزادی محروم کرده بودن. یعنی امروز مردم باید بفهمند که نیروهای امنیتی اون موقع تشخیص درستی از درستی داشتن که اینها را از آزادی محروم کردن. تشخیصشون در این عکس ها، دوستان یه لحظه قاسمی، این 4 نفر رفسنجانی، خامنه‌ای، مهدی کروبی و علی شریعتی بود. اما وقتی که زیر این عکس نوشته شده، واقعا متن جالبی نوشته، تاریخ نشون داد که هر لومپن بی سر و پایی که زندان سیاسی میره الزاماً آزادی خواه نیست. من از شما خواهش میکنم اون عکس ها، چون فرپورهای شماره 2 و 3 نشان داده نشد، شما اگر امکان داره متناشون رو بخونید، چون اینا مهم، اینا بخشی از ستیز با ملت ایرانه، چون هنوز هم شوربختانه بخشی از این مزدوران جمهوری اسلامی در بیرون از ایران هنوز دارن برای اصلاحات تبلیغ میکنن. مردم ایران، در این مردان و زنان ایرانی به درستی شعار میدن. امیدوارم این شعار در تک تک شهرها و روستاهای ایران شنیده بشه که اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تموم ماجرا. ولی خب متاسفانه برخی ها هنوز شاید ماهیت این درنده خوها رو هنوز نشناختن. مصطفی تاج‌زاده، کسی که این روزها چهره اپوزیسیون دولت رو گرفته به خودش، البته دولت نه حکومت، در یک پیامی گفته افتخار بنده این است که یک زمانی وظایف برادران سپاهی را بر عهده داشتم تا نفس مخالفان جمهوری اسلامی را ببرم. و نوبخت، دستور فوری نوبخت برای معافیت مالیاتی 100% هنرمندان در سال آینده. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با صدور یک دستور فوری با کاهش معافیت مالیاتی هنرمندان در لایحه بودجه 99 مخالفت کرد. بله، این رو مردم، این دیگه بسیار روشنه. ببینید دوستان گرامی، این مسئله بسیار روشنه. اینها سالهای زیادی است که دارن به نویسندگان، به بازیگران، کارگردانها دارن باج میدن، بودجه های کلان میدن، اینها رو از رانت بهره‌مند کردن.
اینها رو به جان ملت ایران انداختن. شما ببینید یک نفر انسان با شرافت در اینها پیدا نمیشه. آیا یعنی یک کارگردان با شرافت پیدا نمیشه که یه فیلم درباره پیشینه تاریخی فرهنگی ما درست بکنه؟ آیا یک نفر از این هنرپیشه‌ها نیست که بیاد راجع به تاریخ و فرهنگ ایران سخن بگه؟ من واقعا بسیار برای من تأسف‌آوره. یعنی بسیاری از اینها رو نگم همه، درصد بالایی از اینها رو اینها خریداری کرده. اینها خودفروشن. در ازای پول چشمشون رو بر روی جنایاتی که در ایران میشه میبندن. شما ببینید من همچنان که گفتم در همه زمینه‌ها در ایران خرابی و ویرانی هست. یعنی شما اگر به ایران سوگند، اگر از دید جانی، نه من مسئله جانی که ارزش بالایی داره جای خودشو داره، ولی اگر از دید ویرانی هایی که به بار اومده، یعنی ارزش ویرانی ها، یعنی میزان خسارت ها رو حساب کنید، میزان خسارت هایی که اینها در این 40 سال وارد کردن از یورش مغول ها فراتر رفته. من از شما خواهش میکنم اگر امکان داره ویدیو شماره 2 و 3 رو اگر بتونید نشون بدید ازتون سپاسگزار میشم. یعنی این عکسای گروهی یک همینجا استاپ بشه دکتر؟ آره از دوباره به اینا برگردیم، چون اینها همخوانی داره با هم دیگه. اگر زحمتی نیست سپاسگزار میشم. فرمودین ویدیو شماره 1، ویدیو شماره جناب قاسم، شماره 2 و شماره 3. مهران جان برای من فرستادی؟ ویدیو شماره 1 و 2 رو براتون فرستادم، داشتیم تست میکردیم. داخل یه سری عکس جدید بعدش فرستادی؟ اونا دوباره؟ من دوباره میفرستم، اجازه بده الان دوباره برات بفرستم. دوستان ببخشید، تکنولوژی اینجوریه دیگه. از لطف این یه شماره یکه که سعید جان. خب بذار شماره 1 شو بذارید پس. دوستان لطفاً برنامه رو پخش کنید توی فیسبوک، فراموش نشه. دکتر مهران ملک، این شماره 1 که من 2 و 3 رو خواستم اگه امکان داره پخش کنم. آه دکتر ملکی رو فعلا نمیخوایم. من 2 رو برای فرستادم. اوکی 2 رو بس کنم. بیرم ویدیو شماره 2 با انقلاب موافق نیستم و فکر نمی کنم این اتفاق بیفته، اما معتقدم به مرور و با رفرمی که ایجاد میشه مردم به این مسائل دست پیدا بکنن. بله یک نفر، چون کل آدم هایی که تمام این سال ها میشناسن، یک نفر اگر کاندیدا بشه، پرند زاهدی فعلی میره پای صندوق رای سینه چاک میکنه با این سو جلو بردار، و اونم فقط و فقط سردار قاسم سلیمانی. بله فقط قاسم سلیمانی اگه بشه رکان در رئیس جمهوری. من خودم شخص جن میگم اینم میرم جزا این پیش مهدا که میرم با این صندوق رو برد میرم با این سن نارنجه که با خودم میبردار. با سلام سلام محافظت از سردار، سردار بزرگ اسلام، سردار قاسم سلیمانی رو قبول میکنن و بعد از اون آرزون، بزرگترین آرزون حفاظت از مقام معظم رهبری برای این کشور است. یعنی سردار قاسم سلیمانی خودتون حاضری باش برین؟ حاضرم باش برم، خط مقدم حلب و پیش مرگشم باشم. یعنی انقدر سلیمانی دوستش بعد خواب امام خمینی رو دیدم، بعد رفتم حرم امام خمینی، بعد تمام قطعه شهدا رو یواش یواش با یه دونه ظرفی پیدا کردم، بشم روی میشستم دونه دونه مزار شهدا.
انقدر خوابم واضح بود که از خواب میپریدم قلبم همینجوری تون تون میزد. یعنی قشنگ من امام خمینی رو با یه لباس سفید نم یه دفعه تو خوابم میومد. اما خوابم گذاشتم برای اینکه هیچ برسم و هیچ شدم تمام پیچره این آدم دیدم. اصلا برام مهم نیست، من اون چیز که میبینم و میفهمم و میگم به زبون میارم. من به اعتقاد من اصلا سندور سلیمانی رو زمین نیست. الان آیا قاسم سلیمانی هم سپاهیه، رفته بیرون داره کارش انجام میده، از مرزان داره دفاع میکنه، خیلی ازش ممنونیم. بله بله، اگر ویدئوی شماره 3 رو هم نشون بدین ازتون سپاسگزار خواهم شد. خواب خمینی رو دیده بود یا خمینی؟ کلا خواب خمینی رو دیده بود. خانم بعد خیلی تحت تاثیر قرار گرفته بود. خب اینا چرا سانسور میکنن؟ چرا نگفت خواب دیده داره لباس دیراشو میشوره، نمیدونم فلان میکنه، چرا اینا رو نمیگن اینا؟ ببینید حالا شما اینو ساختو بفرمایید. ما هم موزه ها از اینکه بحث شما بود، من چند علاوه بر تدارک دیدین که سیگار انجام بده، شما که تلفن انجام بدین، خودش رو انجام بده، چند شکلی ها انجام بده. پسران 14 15 16 17 ساله ایرانی داشتن در اسیر تکبیرندازها در خیابان‌ها به جمجمه‌شون شلیک می‌شد، به قلبشون نقش بر زمین می‌شدن. در همون روزها اینها این مراسم رو داشتن، این مراسم رو دفاع می‌کردن و انگار که نه انگار، یعنی به عنوان انسانی که از کوچکترین حس بشری و انسان دوستی و شرافت انسانی توهی شده باشه. من نمی‌دارم اینها آب کجا رو خوردن و هوای کجا رو به ریه هاشون بردن که این تا این اندازه بی شرافت و بی غیرت شدن. یعنی شگفت انگیزه برای من، هنرمندی که باید بازتاب دهنده درد جامعهش باشه، خواست مردمش رو بازتاب بده، به چه درجه از رذالت و پستی باید برسه که به ویژه خانم گوگوش شما رفتی اون سر دنیا نشستی و حالا امروز در برنامه امروز نمی گنجه، چون من خیلی دنبال کردم مسئله که ایشون چگونه از ایران خارج شد. یک شخصی اومد دست به چاگری کرد همون سالی که ایشون از ایران خارج شد و فکر میکنم بسیاری از همیهنان دیده باشن و شرم از شما. شما هنر فروشی، هنر بندی، هنرمند نیستی. هنرمند یک واژه‌ای که در خودش میتونه تقدس داشته باشه، بازتابنده رنج و درد جامعه باشه، نه اینکه همراه با جنایتکاران پول بگیرید که چشمتون رو بر روی زجر و درد و بدبختی و گرفتاری، بر روی کودکان کار ببندید، بر روی فروش دختران ایرانی ببندید، بر روی فروش اعضای بدن در ایران ببندید. امروز 40% کودکان کار میگویند یا مبتلا به انواع هپاتیت هستن یا دچار به ایدز شدن به دلیل سوء استفاده‌ای که از این بچه‌ها داره انجام میشه. شما چگونه چشمتون رو روی این همه بدبختی و گرفتاری بستید؟ شما چگونه چشمتون رو روی این همه آلودگی زیستبو، نابودی 90% حیات وحش ایران، نابودی جنگل‌ها، آلودگی آب‌ها، چگونه چشمتون رو بستید؟
و تنها و تنها میشه گفت که شما از غیرت و به ویژه شرافت انسانی تویی هستید. مردم ایران باید چهره تک تک این افراد رو به خاطر سر بسپارن. خب من میام عکس‌ها رو میارم رو همون یک دقیقه و همینجا بود. ایشون رهبر سابق ارکستر ملی ایرانه. خب رفتید رو این باشه باشه همینجا باشه. دوستان لطفا برنامه توی فیسبوک پخش کنید فراموش نشه. بفرمایید جناب. رهبر سابق ارکستر ملی ایران گفتن وقتی گلزار ویولن زن میشه و مدیری میخونه وضعیت هم همین میشه. ایشون فریدون شهبازیان هستن. من درود میفرستم به درستی و با خردمندی نام دو تن از این خودفروشای هنرمند حکومتی رو ایشون آورده. ایشون میتونه به شیوه دیگه اعتراض خودشو بیان کنه، اما با درستکاری و با زیرکی نام دو تا رامکار بزرگ و نام دو هنرمند حکومتی فاسد و ایران ستیز رو آورده، یعنی مهران مدیری که خواننده میشه و گلزار که این چند روز گذشته با خوشحالی از سری جدید ماشینای نمیدونم چی چیش رو نمایی کرد و زمانی که گلزار ویولون میزنه و مدیری میخوانه معلومه که موسیقی ایران نابود خواهد شد. این هم یکی از پیامدهای فساد در میان گسترش فساد از سوی هنرمندان حکومتی است. در دور بعدی عکس زهران رهنورد با نواب صفوی است. ما فقط روی عکس اگر بتونیم تایمون یه جوری مدیریت بکنیم، چون 5 تا کلیپ عکس هست و چند تا ویدیو 17 تا ویدیو هستش، اینا رو کامل پخش کنیم ممنون. آقای دکتر خواهش میکنم به سری رد میشیم. زهرا رهنورد با داییش نواب صفوی. بله نواب صفوی دایی زهرا رهنورد میشه. حالا زیرش هم نوشته تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمع. عکس بعدی تبرزدیه. خواهش میکنم فرتیلار کدوان قاسمی گرامی به گونه‌ای نشون بدید که مقدار به سمت راست تلویزیون شما یا به اون سمتی که اکنون تصویر من هست برده بشه که برای بینندگان واضح باشه. نه دکتر جان برای بینندگان واضح شما چون من فیسبوک دارم اینه شما میبینی که آره چی روی تلویزیون، ولی دوستان همه دارن کل این تصویر رو میبینن. خواهش میکنم پیام تدیب اشمت خبر در مورد این خشن پیام جدید حشمت الله تدیع صدای کو میشه. پیام جدید حشمت الله تبرزدی از خانه امن وزارت اطلاعات. من فوزه دیکتاتور حاکم آن هم در زیر زمینه را به خاک ما مانیدم. حالا میخواهند یک دیکتاتور جدید برای ما باز تولید کنند. نخیر، ما طالب یک اعلی حضرت دیگر نیستیم. آقای حشمت الله تبرزدی، همان موقع که شما لقب امام و رهبر شیعیان جهان را برای اولین بار به خامنه‌ای چسبانده و رسانه‌ای کردید، همان موقع پوز مردم ایران و کل خاورمیانه را به زمین زدید. مطلب در مورد تبرزدی نیست، بریم عکس بعدی. بله 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 عکس بعدی هم که خب تفاوت دو بهش از سوی همیهنان با گستردگی داره پخش میشه. دوستان شما هم پخش کنید. نوشته بود که اون بالایی مالیات نه بدی این رو همه جا بوده پخش بشه و مردم ببینن که با اینها آشنا بشه. فکتور بعدم در مورد پخش شایع پیرامون ورود اسلحه به ایران و همون مسئله جنگ داخلی است که از توسط این صهیونیست‌های پارسیدان مزدور موساد که برای موساد کار میکنن در اسرائیل هستن داره دامن زده میشه. از طرف رادیو ران که به رادیو گوشواره هم معروفه، یعنی بهش میگن رادیو ران گوشواره. رادیو ران یکی از رادیوهای ضد ایرانی و وابسته به طیف چپ یهود در اسرائیل هست که خیلی هم داره و
بر علیه خود ایران، نه جمهوری اسلامی، ایران و مردم ایران تبلیغ میکنه. یعنی وقتی مثلا میگه موش بمب اتمی بزنیم ایران، دیگه مسئله جمهوری اسلامی نیست، مسئله مردم ایران هست. نوشته گزارش اختصاصی، در شهرهای مختلف ایران مردم به خرید و پنهان کردن اسلحه پرداختند. قاچاق اسلحه به ایران افزایش یافته است. همونطوری که آقای دکتر هم اشاره کردن، این شایعات رو ترویج میدن بعد جمهوری اسلامی باز بشه برای سرکوب مردم ایران و هر عمل ضد انسانی که میخواد انجام بده، این رو تو ذهن مردم در خارج از ایران میخوان جا بندازن. شیرین نوبله که رو دستش برای آزادی نرگس محمدی نوشته، نمیدونم ایشون کی برای آزادی مردم میخوان راه بردارن. اینها رو ببینید، این چهره ها رو خوب به یاد بسپارید. شیرین نوبل دوستان، این عکس ها و فرتورا در کامنت همه قرار داده خواهد شد، لطفا پخشش کنید به صورت گسترده. همه این فرتورا رو توی فیسبوک، تلگرام، اینستاگرام، توییتر منتشر کنید. جناب کمالپور، این همینجوری بره شما توضیحاتو بده دیگه. فکر کنم 8 دقیقه دیگه این کلیپ اول هست. اگه روی همینیم من یه سر به اینستاگرام و آره بله یه سر دیگه هم بزنید شما، بفرمایید. شما ادامه بدید، من مایک رو می‌برم. دوستان توی فیسبوک لطفا ایشون آقای کیهان کلبر هستن. آقا که چرخان که در اعتراض به عملیات نظامی ترکیه علیه کردهای سوریه، کنسرتش در استانبول را البته با تحقیر لغو کرد. در واکنش به کشتار مردم ایران توسط جمهوری اسلامی، تنها به یک پست اینستاگرام اکتفا کرد و حالا هم از تمدید کنسرتش در تالار وحدت خبر داد. شرم‌آوره، به راستی شرم‌آوره. من نمیدونم باید نام اینها رو چه گذاشت. فرضور بعدی دوستان، در رابطه با شایعاتی هستش که در زمان قبل از سال 57 بر علیه حکومت پادشاهی، بر علیه شاهنشاه، بر علیه سازمان اطلاعات و امنیت کشور، بر علیه ارتش شاهنشاهی چپیا درست کرده بودن، کردن ضد ایرانیان. مهدی هاشمی میگه شمس آبادی را کشتیم و انداختیم گردن شاه. عزت الله صحابی میگه برنامه شاه به نفع ایران بود و ما متوجه نمیشدیم. بله دقیقاً، حالا آقای صحابی که دیگه خیلی دیر اعتراف کرد، ولی اینها پیشه اینها و پیشینه اینها به این صورت بود که با پخش شایعه مردم رو از لحاظ احساسات درگیر می‌کردن. یعنی با شایعه پراکنی یکی از کارها اینها با مبارزه اصلاح شایعه پراکنی بود و ما باید وفای فرهنگ ایرانی از راه پخش کردن راستی‌ها و درستی‌ها به تقیز با ناپاکی و ناراستی و پلیدی برخیزیم. بله. فرضور بعدی دوستان، در رابطه با یک پست از آیت الله بی بی سی هست که اعلام میکنه، یه مقدار دیگه فکر کنم این تصویر جا داشته باشه که بره. خیلی جالبه، بی بی سی با این خبر خاطب مردم الغا بکنه که کار کشتارها کار نیروهای خودسر بوده و میخواد بگه که مقامات بالای جمهوری اسلامی که در سر اونها خامنه‌ای است، اینها دستور مستقیم ندادن، در حالی که دروغی بیش نیست. نگه بخونید سپاسگزارم. وزارت اطلاعات ایران بیش از 10 بسیجی را به دلیل نقششان در سرکوب‌های تهران بازداشت کرده است. یک منبع آگاه به شرط فاش نشدن هویتش به بی بی سی فارسی اطلاع داده است که وزارت اطلاعات ایران در اوایل هفته جاری بیش از 10 عضو بسیج را بازداشت کرده است. اعضای بسیج در خانه‌های خود در جنوب غرب استان تهران و به طور شبانه بازداشت شدند. این پستیه که پدر پویا بختیاری، یکی از جانباختگان راه آزادی در قیام آبان ماه، در اینستاگرام خودش قرار داده. اشته با سپاس و امتنان از شاهزاده رضا پهلوی که با تماس و ابراز همدردی ما را سرافراز و دلگرم نمودند. من
من هم سپاسگزاری میکنم از رضا شاه دوم و پدر پویا بختیاری هم از میهن پرستان دعوت کردن که در 5 دی ماه در ساعت 2 پس از نیمروز در بهشت سکینه کرج دعوت کردن که هر کی بخواهد میتواند در 40 در آیین بزرگداشت 40 روز جان سپاری و کشته شدن ایشون از سوی ماموران جمهوری اسلامی در بهشت سکینه کرج در 5 دی ماه ساعت 2 پس از نیمروز شرکت بکنند. اگر تنازه با این عکس هم آقای دکتر توضیح دارید بفرمایید. بعد اینم دیروز ما به این قضیه پرداختیم که این داماد آقای روحانی خیلی جالبه. این داماد روحانی با شال سفید دختر روحانی هم رفته اونجا شرکت کرده و نامش هم هست کامبیز مهدیزاده داماد روحانیه. ایشون قبلا مشاور وزیر صنعت و معدن و تجارت بوده، استعفا داده، دیروز هم به این پرداختیم و خیلی جالبه اینو در یه گفتگوی ازش میپرسن که حالا سمت این آقا چیه؟ سمت این آقا این خودشیفته نادان ایران ویران کن رئیس کارگروه نفت ریاست جمهوری شده، نه تنها در صنعت نفت مسئولیت گرفته بلکه عضو ستاد سیاست گذاری نخبگان کشور و دبیرخانه توسعه و فناوری کشورهای اسلامی هم شده. حالا این مدرک نادان ازش پرسیدن که در یه گفتگویی زمینه دانش نفت در جهان کی حرف اول رو میزنه، آقا پاسخ داده آمریکا حرف اول رو میزنه، شرکت‌های مختلفی وجود دارن مانند وست تگزاس اینترمدییت، در حالی که خیلی جالبه این وست تگزاس اینترمدییت یک نوع نفت سبک به عنوان شاخص قیمت‌گذاری نفت در بازار جهانی به کار میره و این مدرک با این پست بالایی داره که هنوز نمیدونه وست تگزاس اینترمدییت شرکت نیست بلکه شاخص قیمت‌گذاری نفته. خب این از این ابلها در دیونت و همون فراوان هستن. سپاس گذارم. از اینم رد شیم آقای قاسمی لطفا، از نو وقتم رد شیم. بعدی بله، این یکی از متن‌های توییتر علی افشاری هست، در توییتر پست گذاشتن نصب چند لحظه نمادهای سلطنت پهلوی ها در خیابان خلوت و گرفتن عکس و موج تبلیغاتی را انداختن چندان فرقی با موجسازی ها در پشت کیبورد ها ندارند. این روش ها مهنما شده است و نمیتوان با آن پروژه سوخته تعبیر رویای منتظر السلطنه را احیا کرد. نه تو امان به پهلوی ستایی و خمینی است. بله، ای افشاری هم از اون صادراتی های مشهور در جنبش دانشجویی هم بوده است و نمیدونم این دفترهای مختلفی که از توی جمهوری اسلامی ساخته میشد و تبرزدی هم توش بود، اینها مزدور جمهوری اسلامی هستن. فرطور بعدی خواهش میکنم. این آقای مهدی محمودیان روزنامه نگار و عضو انجمن دفاع از حقوق زندانی هست. بله، ایشون هم یه توییت زدن، یک نفر با صورت پوشیده جسمی آتشزا را به داخل داروخانه ای واقع در شهر قدس می اندازد، مردم او را گرفته و داخل یک بنگاه املاک می برند. او یکی از اعضای ارشد یکی از نهادهای شبه نظامی محله بوده است. امروز او آزاد است و تقریبا همه کسانی که در آن بنگاه او را دیده و شناختند از دسترس خارج شدند. خارجند. بله، دقیقاً این هم شاهدیست، یک گواهی بر این که این آتش زدن ها، این ویرانگری ها کار اراذل اوباش وابسته به جمهوری اسلامی بوده است. فرطور بعدی برای آرش فاطمی نیستش، برای آرش عینیه. بله، یه آقا آرش عین القضاتی کارمند فیسبوک هم هست در آمریکا. ببینید چه متن مشمئز کننده ای نوشته. اینها تک تکشون باید باشون برخورد بشه. بخشی از بزرگ شدن اگر نه همش اینه که بفهمی توی خیلی زمینه ها هنوز بچه‌ای و باید به بزرگترها گوش بدید. پزشکی مثلا یا امروزیش مسائل امنیتی. هیچ وقت این که مجازات مفسد فلعرض اعدامه رو نمیفهمیدم تا این قضایا رو دیدم. نه به ویرانی طلبی. این بر علیه قیام آبان ماه گذاشته شده. بعدیش علی مطهری، هر جا اسلام باشد وطن همانجاست. علی مطهری نماینده رئیس مجلس، نیروهای حشد و شعبی با موافقت دولت و برای کمک به کشور ما آمدند. نباید بدبین باشیم. مرزهای آبی و خاکی یک قرارداد مسئولی است. وطن آنجاست
که اسلام باشد و الا ایران و عراق اسم‌گذاری است. بله دقیقاً ایشون تربیت شده پدرش و مکتب اسلامه که به نیاکان ما میگفت آدم‌های سر و مر گنده و توهین می‌کرد، میگفت خر به کسانی که چهارشنبه سوری و نوروز و سیزده بدر رو به جا میارن. هیچ کدوم از سران جمهوری اسلامی مهر به ایران ندارن، هیچ کدومشون به چارچوب کشوری به کشوری به نام ایران باوری ندارن. فرطور بعدی آگینه؟ بله بله این رو. واکنش عجیب هانیه توسلی به مرگ گربهش. بخواب تنها دلخوشی، بخواب شیرین، شیرین اصلا منو ببخش، دیگه آرزویی ندارم، دیگه هیچی نمیخوام از خدا، دیگه بی‌حس شدم، دیگه تموم شدم، فقط منتظرم که زودتر بیام پیشت. همین زودتر. بله ده ها تن از هنرمندان بهش تسلیت گفته بودن ولی نمیدونم اینها چرا دلشون برای کشته شدن دختران و پسران 13 14 15 ساله و ویرانی اموال مردم دلشون به درد نمیاد. فرطور بعدی لطفا کارگردان. تیکه میندازی جناب کمالپور؟ اول تیکه کجای کامل بوده نه. کوزش میخوام پیش از این فرطور چیز نیاز نیست بازگردیم. اسخر فرهادی بود که در سال 93 داوطلبانه اینم بعدا میاد. اینم بعدا میاد. مثلا اون قضیه آفرده خود. من حامد بهداد فرزند خراسان به روح نرهیدم. ما همگی مردم ایران به جستجوی آرامش در زندگی هستیم و هرگز طرفدار اختشاش و به دنبال هیچ آشوبی نبوده ایم. ما مردم 40 سال شد که از جنگ، خون، قدنامه، تحریم، تبرم، اختلاس و گرسنگی آسیب دیده ایم و همچنان خواهان حقوق مدنی خیش از روش‌های قانونی هستیم. اما گویی هر بار صدای اعتراض مسالمت‌آمیز ما مردم مبتلا میان قوای اخلالگران قابل تمیز نبوده و گم شده است. ما آینده ما غبارآلود است. چرا که نمی‌بینیم و سخت ناامید شده‌ایم. لطفاً مسیر و فضای امن تجمعات قانونمندانه را که همیشه بسته‌ای پیش پای ما بگشایید تا بتوانید حساب مردم را از بین مردم جدا کنید. حامد بهداد سوم آذر ماه 98. بله هنرمند و هنرفروش و خودفروش حکومتی که مردم تک به تک گفته‌های اینها را به یاد خواهند سپرد. و امیدوارم سینماها را تحریم بکنن، این افراد در فیلمایی که بازی می‌کنن مردم تحریم بکنن این فیلم‌ها را. مبارزه اشکال گوناگون داره، هم میهنان دوست داشتنی و میهن پرست من. در هر زمینه‌ای که میتوانید اعتراض خودتون رو بیان بکنید. فیلم هایی که این افراد به ویژه این هنرمندان حکومتی، راندخارها، ایران ستیزان، ایرانی ستیزان درش بازی میکنن یا کارگردانیشو کردن شرکت نکنید. از شما خواهش میکنم این شرکت در و حتی خرید یه بلیط از فیلم این افراد خیانت به ایران و ملت ایران. ویدیو بعدی از آن قهرمان سازی که در خرمشهر هم از خاک میهن دفاع میکرد و هم از جان همرزم مجروحش رسیده ایم به مزدورانی که به هموطنان خود شلیک میکنند و همون پای گلوله خورده را کشان کشان به مسلخ میبرند. 40 سال دشمن در خانه بود و ما نمیدانستیم. برگرفته از صفحه فیسبوکی یک جانباز جنگ ایران و عراق. درود بر شرافت ایشون. جانبازها امروز در وضعیت بسیار بدی به سر میبرند. بهشون رسیدگی نمیشه. شماریشون در این سالها اقام به دلیل اون وضعیت خفتکاری که درش بودن و توان اداره خانواده را نداشتن اقام به خودکشی کردن. چهارمین خودکشی جانبازان قمی ظرف دو ماه. بنابر آمار محرمانه بنیاد شهید تاکنون بیش از 1000 جانباز با خودکشی به عمر خود پایان دادن. این گزارش برای 19 آبان 1398 است. بسیار شمار بالایی از خانواده‌های جانبازان خودشون و خانواده‌های شهدا امروز کوچکترین همکاری و همراهی با جمهوری اسلامی ندارند و به خوبی جمهوری اسلامی رو شناختن. متن بعدی برای یک مزدور سرکوبگر بسیجی جیره‌خوار ساندیسخور جهان وطنه. گفته عمیقاً
به حال اونی که پویا بختیاری رو زده قبطه میخورم. واقعا هیچ لذتی بالاتر از این نیست که یک جنایتکار رو از زمین محو کنی تا مردم بتونن در آرامش و امنیت زندگی کنن. این اشکان باکیار بود و امیدوارم ملت ایران ایشون فردا باید از دید من به دلیل همین نوشته باید پاسخگو باشه به ملت ایران. قطعا از روی زمین محوشون میکنیم تا مردم بتونن در آسایش و امنیت و آرامش زندگی کنن. فرطور بردی مردم ایران مردم متمدنی هستن. حالا امیدوارم دادگستری ایرانی داشته باشیم، دادگستری بسیار توانمند که به حساب تک تک اینها رسیدگی بکنن. میرحسین موسوی هویت ایرانی دشمن هویت اسلامی است و توطئه خارجی ها میباشد. برگزاری هزاره فردوسی در سال 1313 و پیراستن زبان فارسی از کلمات عربی که بر اساس ناسیونالیسم صورت می‌گرفت، توطئه‌ای از سوی غربی‌ها برای نابودی اسلام بود. میرحسین موسوی نخست وزیر جمهوری اسلامی در نخستین کنگره شعر و ادب دانشجویان سراسر کشور تهران 26 آذر 1363 این اراجیف غربی که برای خوندن رو گفته. خیلی جالبه آقای موسوی، این یکی که رو نگه دارید خواهش. آقای موسوی این فردی که من به شدت ایران ستیز میگونم رو در سال 62 خیلی جالبه یه اعتراضی در زاهدان انجام شد. اون موقع آقای نخست وزیر بود، آقای موسوی وزیر کشور ناطق نوری بود، فرستاده ویژه دولت هم عباس آخوندی بود. خیلی جالبه این کمیسیون عمران مجلس چند وقت پیش عباس آخوندی رو مسئول مستقیم فاجعه قطار تبریز به مشهد دانست، اما با لابی هایی که در سطح سران حکومتی به سود عباس آخوندی جنایتکار شده تا کنون ایشون رو پاسخگو نکردن. ایشون در رأس هرم اون فاجعه ملی قطار تبریز مشهده در سال 62 هم فرستاده ویژه دولت بوده این مردک عباس آخوندی. نزدیک به دست کم 2000 تن در اون سیستان و بلوچستان کشته شدن از سوی نیروهای جمهوری اسلامی. این رو آقای موسوی برمیاد اش کامنه ای رو میذاره در کنار شاهنشاه آریامهر روانشاد و اشاره به میدان ژاله ای میکنه که خودش بهتر از همه میدونه میدان ژاله رو کی تبدیل به میدان ژاله خونین کرد. فلسطینی ها بودن، نیروهای چپی بودن، اسلامگراها بودن و اینها با هم کاری با هم دیگه مردم رو به گلوله بستن و ارتشیان شلیک کردن و این آقا انگار یه طوری سخنگویه از همه جنایت ها خبر داره با جزئیات به غیر از اون جنایت های بزرگی که در دوره نخست وزیری خود این گجستک انجام شده. سپاسگزارم. فرطور بعدی بدون شعر هست، دوستان در دنیای مجازی دیدن و منتشر کردن. بله این میدونید چیه؟ این همون جاییست که حالا اومدن مسئولین گفتن که این کلاهایی که چون اومدن در مالیآباد شیراز خونه‌های مردم رو آسیب دادن به خودروها و در خونه‌های مردم شیشه‌های خونه مردم رو میشکستن، اومدن اعلام کردن این کلاهی که کلاه نظامی که روش یه دونه خط سفید داره مال نیروی انتظامی یا نیروهای دولتی جمهوری اسلامی نیست. حالا فرطور در بخش پایینی می‌بینید اونایی که تو خیابون ایستادن نیروهای به قول خودشون ضد شورش که خودشون نیروهای شورشی باید نامگذاری بشن، اینها همون خط سفید روی کلا داره. دیگه سده 21مه، دیگه با همکاری ارتجای سرخ و سیاه نمیشه سر ملت ایران کلا گذاری. سپاس گذارم. فرطور بعدی از سخنگوی سپاه هست. سخنگوی سپاه گفته نتوانستیم در مورد حکومت پهلوی آگاهی بخشی کنیم. حذف نشان شیر خورشید از بعضی تیرهای قدیمی برق تهران هم که برگشت دیگه نیست. بله اینها چنان از نام پهلوی و در سراسر ایران رضا شاه روحت شاد ولی عهد کجای بداد ما بیایید چنان ترس به جانشان افتاده که زورشان به تیر چراغ برقهای قدیمی کهنی که برمیش نشان شیر خورشید هست رسیده است. فرطور بعدی هم نمایانگر بی‌شرافتی نیروهای به اصطلاح اون درستن بود ولی خب نامشون اصلاح طلبه که به درستی بهشون استمرار طلب میگوید.
این فرطور مربوط به عبدی هست در نشست شورش حاشیه بر مد. اگر رهبری در ماجرای اخیر وسط نمی آمد چیزی باقی نمی ماند. فعال سیاسی طلب با اشاره به سخنان رهبری در روز یکشنبه در خصوص تصمیم بنزینی اخیر گفت بازم خوب شد که رهبری وسط آمدند و این ماجرا را جمع کردند. اگر آن یکشنبه نمی آمدند آن سخنان را نمی گفتند هیچ چیز دست کسی نمی ماند. این مطالب بسیار مهم همیهنان گرامی. این نشان دهنده اینه که تا بن دندان، تا درون در رگ و خون و گوشت و پوست و پیشون و اندرون و بیرونشون اینها هوادار جمهوری اسلامی و ولایت فقیه هستن و چیزی به نام اصلاح طلبی کلاه گشادی پیش نبود که بر سر برخی از مردم ایران گذاشته شد برای فریب جوانان و چند دستگی انداختن میان مخالفان جمهوری اسلامی. خواهش برم گروه دوم عکس ها رو باید باز کنیم. یه لحظه اگه اجازه بدید، یه دونه از عکس ها در گروه یک نبود، عکس اصغر فرهادی بود که تصویر اصغر فرهادی در حال اهدای خون برای مردم غزه در سال 93 رو نشون میده. او در زمان اهدای خون گفت اهدای خون به مردم بیگناه غزه یک همدردی با آنها در مقابل کشتاری است که این روزها شاهد هستیم. نامبرده در واکنش به کشتار هموطنان خودش توسط جمهوری اسلامی فقط مثل بز نگاه کرد برای اپوزیسیون. بله اینا اینم از هنرفروشان و هنرفروشان حکومتی است و اینا فیلمای سپاه بالشی میسازن دیگه و من نمیدونم چه واژه‌ای میتونم به کار ببرم از چارچوب ادب خارج نشم. عکسای گروه دو رو اگر خواهش میکنم نشان بدید. بله این فرطور علی خامنه‌ای نشریه دفتر علی خامنه‌ای اعلام کرده که رهبر با پیام محرمانه به مجلس جلوی ابطال افزایش قیمت بنزین را گرفت. بله ایشون میگه من متخصص نیستم ولی خب پتش رو خوشبختانه نشریه حزب‌الله وابسته به دفتر خامنه‌ای در اعلام ریخوار اعلام کرد. خامنه‌ای دیگوشکو از بالا بود، مستقیمن بود، سران سقوبت خبر داشتن، رئیسی دروغ گفت من خبر نداشتم، روحانی دروغ گفت من خوابیدم صبح بیدار شدم دیدم گرو شده. اینها مثل راست دوزای سر گردنه شدن که مردم با اول از توی اول انجام دادن دوزی دیگه. اینها هم چون دوز و راه زن رو اختلاف کردن شب این کار رو انجام داد. عکس بعدی از خاتمی، محمد خاتمی به جایگاه رهبری به عنوان شخص اول مملکت باید عرض نهاد. بله آقا هم رهبر اصلاح طلبان، سردمدار اصلاح طلبان دیگه، کسی که در انقلاب فرهنگی در جایی مثل اهواز خیلی ها رو زدن با چوب و چوباق و گرد زدن از روی پل میداختن توی کارون اینا و بغیر از دوره خودش بغیر از بزبز قدی و نمیدونم خالص سود که اوندن چیز دیگری درست حسابی تری به چاپ نمیدونست. عکس بعدی در رابطه با شیخ اصلاحات مثلا مهدی کروبی به حزب اعتماد ملی دستور داد تا در انتخابات شرکت کنند. کسی از سال 88 بعد از اتفاقات انتصابات سال 88 مثلا در حصر 10 ساله است و نسبت به حکومت و دولت انتقادات بسیار شدید میکنه و این جمله رو گفته. بعد خیلی جالبش می، یعنی 10 ساله در زندان خانگی است اما پیام هم داد دست زنش، زنش رفت این رو خون و این شرم‌آور. امیدوارم تک تک ایرانیان از این دیگه براشون مسجل و